Salom, mavzuyum Rüzey Dersimo, refleks ve kamunaki reflektori. Refleks çiz, reaksiyayı cevabı organizm. Reaksiyayı cevabı organizm, bacı, reaksiyayı cevabı organizm bacı, tasiri angezandeho, biruni ve dohili. Reaksiyayı cevabı organizm, tasiri angezandeho, biruni ve dohili, ki bu iştiroki çi, hatmi sistemeyi asa. Reaksiyayı cevabı organizm ve tasiri angezan biruni ve dohili ki bu iştiroki hatmi sisteme asa bağmal mıyad refleks menoman. Ve dar inca mu gufteyim angezandahoy biruni ve dohili xulosa kelime angezanda. Angezanda her yakisindeki qobiliyat tasir kardan ro dorad. Angezandahoy biruni çi şuda metavonad? Masalan tasiri garmi, sardi, yagon kas mora mesela feyrod meknen nu mora migrat mu megarem ve suyu nigo meknem inam çi hastan angezanda ruşnoyi vakti ki bas ruşnoyi mu nazar meknem dar hol gavarak çaşm tang meşavad in refleks ast yani cevab mediyat ba tasiri ruşnoyi dar in mavrid ruşnoyi ham çun çi ast angezanda ya kas sado meknad ha buy nisbat buy agar buy agon çize ki badi moğimo meyrasad ma ura his meknem ve anin bu ham çun çi ast angezanda yi angezanda hoy budan angezanda hoy biruni İn çünin angezanda hoy dohili ro mod farq meknem yani balanshavi fişori xun balanshavi harorati badan balanshavi konsentratsiya CO2 dar xun ki boisi nafaskashi jarayoni ki boisi ba amal omadani jarayon nafaskashi megardad yo inki medai gurusna xoli ki معده خالی زود زود کش میخرد و با سیستم عصب ایمپولس روان میکند و آگاه میکند که مثلا گرسنه است ارگانیسم گرسنه است معده خالی است این هم چون چی است انگیزنده داخلی و رفلکس ما گفتیم رفلکس این ریاکسی جوابی ارگانیسم است و تاثیر هر چی مثلا جواب میدهد وقتی که یگان گرد یا چنگ و پرده لوبی و بینی ما وارد میشد گرد و چنگ در نتیجه معطسه میزنیم و این گرد یا چنگ رو توسط بینی ما زود از روح نفس بیرون میکنیم عطسه زدن که گرد و چنگی در بینی وریچوده رو بیرون میکنیم این رفلکسی محافظتی است یعنی که سلفه وقتی در گلو اگر یگان چی تاثیر میکند این در اینجا چی باعثی سلفه میگردن این هم رفلکسی محافظتی گفتیم تنگچه گوهرک چشم با تاثیر روشنایی این هم رفلکسی محافظتی عطسه سلفه قای کنی فروبری و غیره رفلکسی مثلا کلچه زانو رفلکسی که در کلچه زانو ما با بلغچه نورولوژی وقتی می رویم در هنگام معاینه نظر میکنیم این هم چی است رفلکس یعنی هر یک چیزی که در نتیجه تاثیری در نتیجه تاثیری چیزی اگر جواب عملی گردید این هم چی می شود رفلکس می شود حالا ما صحبت داریم اگر شما گوش میکنین رفلکس است و در اینجا شما جواب میدید با تاثیر این انگیزنده ها خلاصه برای عملی گردن رفلکس حتما کمنک رفلکتوری لازم است کمنک رفلکتوری و کمنک رفلکتوری چیست کمنک رفلکتوری این یک راه است راهی که توسط ایمپولس عصبی گذشته رفلکس را به عمل می آورد راهی که توسط ایمپولس عصبی گذشته رفلکس را به عمل می آورد کمنک رفلکتوری می نمند و حالا ما در نقشه با پورگی نمودهای آن و قسمتهای آن را دیده میبرویم. قسمت دیگر موضوع ما این ساخت کمنک رفلکتوری کمنکی رفلکتوری کمونک رفلکتوری چیست؟ کمونک رفلکتوری این دو تا که ما میبینیم هر دوشون کمونک رفلکتوری میباشند اصلا راه میباشد که توسط این راه ایمپولس عصبی حرکت کرده رفلکس رو به عمل میورد کمونک رفلکتوری مینومد کمونک رفلکتوری از جهت وظیفه میشود سوماتیکی سوماتیکی و می شود ویگیتاتیوی سوماتیکی و ویگیتاتیوی
و هر یک کمونک رفلکتوری شروع می شود از ریسپتور. این ساختوری که ما می بینیم ریسپتور می باشد، در آخر نخوای عصب جایگیر است و انا این بو رقم یک شروع است، انا این رقم یک این نام دارد ریسپتور. ریسپتور اصلا این ریسپتور کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ ریسپتور وظیفه اولین درجه است تاثیر انگیزنده ها را به ایمپولس عصب تبدیل دادن. یعنی وظیفه ریسپتور تاثیر انگیزنده ها را به چی؟ به ایمپولس عصب، ایمپولس عصب تبدیل دادن. و انا همین ایمپولس عصب مین بعد توسط این رو حرکت میکنند. و قسمت دومی کمونک رفلکتوری، این قسمت دومی میبینیم، قسمت دوم این نام دارد روح افرنتی. از این ریسپتور شروع می شود، ریسپتور شروع می شود حرکت کرد تا کجا می آید؟ تا قسمت شاخه قفای هرومغز. این شاخه قفای هرومغز می باشد، شاخه قفای هرومغز. و انا همین نیرونی که ما می بینیم، این اصلا نیرونی پسیودونی پولیاری می باشد. و در نیرونی پسیودونی پولیاری این شاخچه درازی که ما میبینیم، شاخچه درازی که ما میبینیم، این نام دارد دندریت. دندریت نام دارد، دندریت. و شاخچه کوتاهی که ما میبینیم این نام دارد اکسون، اکسون. یعنی در نیرون پسیودونی پولیاری دندریت نسبت به اکسون درازتر است. بعد قسمت دویم رو ان همین نیرون پسیودونی پولیاری حاصل میکند، تشکیل میکند که نام دارد روح افرنتی، روح افرنتی، روح افرنتی. و معنای روح افرنتی این میشود مرکز شتاب. روح افرنتی این مرکز شتاب، این پولس رو از ریسپتور قبول کرده تا به سوی مرکز. و نم ساختاری که ما بیریم هرومغز، این ماده خاکسترنگ و در اطراف ماده سفید، این سیستم مرکزی عصب می باشد، سیستم مرکزی عصب. و روح افرنتی این پولس رو از ریسپتور قبول کرده تا به سیستم مرکزی عصب آورده می رسوند، تا به سیستم مرکزی عصب آورده می رسوند. و دویم رو روح افرنتی یا مرکز شتاب، بعضن وقت چی میگن حسیاتی یا سنسوری، چونکه ان همین نیرونی که پسیودونی پولیاری این خودش نیرون حسیاتی است، نیرون حسیاتی وظیفه حس کردن هم تاثیر انگیزنده، این تاثیر انگیزنده را حس میکند، قبول میکند و به کجا میرسونه؟ به شاخچه قفای هرومغز. خلاص این نیرون حسیاتی است، از این رو حسیاتی و سنسوری نیز میگویند. این قسمت دویمی کمونک رفلکتوری می باشد که وظیفهش این پولس رو از ریسپتور تا به سیستم مرکزی عصب آورده می رسوند. بعد قسمت سیوم اصلا این سیستم مرکزی عصب می باشد، سیستم مرکزی عصب، سیستم مرکزی عصب می باشد. و در سیستم مرکزی عصب، در سیستم مرکزی عصب حالا باز نیرونی دیگر قرار دارد در کمونک رفلکتوری سوماتیکی. اصلا این در کمونک رفلکتوری مرکب است، کمونک رفلکتوری مرکب باز ساده هم میشود. و این کمونک رفلکتوری مرکب در اینجا ببینید نیرون حسیاتی اومده با نیرون اینتر نیرون، یعنی نیرون مبانی با آخر میرسد. و این همین نیرون مبانی است، نیرون مبانی با شاخچه با اکسونی نیرون حسیاتی پیوست شده چی رو حاصل میکند؟ یک حسیله مرکب رو حاصل میکند که این رو منومن سینپس، از سینپس، این سینپس میباشد. و بعد انمین نیرون حسیاتی، نیرون مبینی نیرون حسیاتی رو، نیرون حسیاتی رو با نیرون حرکتی پیوست میکند. اینجا با آخر میرسد نیرون چی؟ نیرون پیوست کننده. فهمو؟ انمین برقم شش این نشوره کرده است نیرونی پیوست کننده، این مبینی، نیرونی چی؟ مبینی، این نیرونی مبینی می باشد، نیرونی مبینی. و بعد خبر توسط نیرون حسیاتی با سیستم مرکزی عصب وارد شد، در سیستم مرکزی عصب این خبر تحلیل شد، آنالیز شد. و بعد از اینجا
به کجا میگذرد خبر؟ به نیرون حرکت. این نیرون هم دارد، نیرون حرکت یا موتو نیرون که در شاخچه پیشی هرامغز جایگیر شده است. و انمین این ایمپولسی که تحلیل خبر تحلیل شده رو توسط باز ایمپولسی عصب، ایمپولسی عصب از سیستم مرکزی عصب ایمپولس رو، این خبر رو به کجا میدهد؟ به عضوی کوری، به عضوی کوری موشک، غدود و به بخشش که در اینجا عصب چی؟ کمونک رفلکتور سوماتیکی است. در اینجا غدود نه، بلکه این موشک های سکلیتی می باشد، زیرا که عضوی کوری کمونک رفلکتور سوماتیکی موشک های سکلیتی می باشند. و این رقم چهار اشارشدگی با رقم چهار این چی می باشد؟ روحی افرنتی، افرنتی روح افرنتی مرکز شتاب بود، یعنی مایل به سوی مرکز. روح افرنتی باشد مرکز گریز میگویند. ببینید ایمپولس رو از مرکز قبول کرده به کجا میورد؟ به سوی عضوی کوری، یعنی از مرکز بیرون میشود. و بعد در اینجا به آخر میرسد در چی؟ در عضوی کوری. عضوی کوری نام دارد افکتور، افکتور. این کمونک رفلکتوری سوماتیکی می باشد، کمونک رفلکتوری سوماتیکی مرکب، زیرا که سه نیرون می باشد. این نیرون یکم، نیرون یکم نیرون حسیاتی، نیرون دوم نیرون موبایلی یا پیوست کننده، نیرون سوم نیرون حرکت می باشد. سه نیرون یعنی که بسیار سینپسی میگن. و کمونک رفلکتوری وگیتاتیوی، کمونک رفلکتوری وگیتاتیوی این هم یکم شروع می شود از چی؟ از رецепتور. این رецепتور می باشد چی؟ رецепتور، رецепتور دویوم. این روحی چی؟ افرنتی، روحی افرنتی یعنی چی؟ مرکز شتاب. در این رецепتور، رецепتور ایمپولس عصب رو چی میکنه؟ تاثیر انگیزنده رو به ایمپولس عصب تبدیل میدهد. و این ایمپولس عصب توسط روحی افرنتی حرکت کرده به کجا میآید؟ با سیستم مرکزی عصب، با سیستم مرکزی عصب. و این نیرون با مانند آن همین نیرون اولی که در سوماتیکی بود، این نیرون چی است؟ نیرون حسیاتی. و اصلا نیرون حسیاتی که در این گیره گنگلیا جایگیر است، این نیرون نیرون سیودو اونیپولیاری می باشد که دندریتش نسبت به اکسونش چی؟ دراستر می باشد، دراستر می باشد. اینش اکسون می باشد، اکسون. و این دیگر باشد نام دارد دندرین. و این روح، روحی افرنتی قسمتی دویوم. و بعد اگر دیده باشیم در کمونک رفلکتوری سوماتیکی در شاخچه قفای هرامغز به آخر می رسید که در اینجا نیرونی پیوست کننده قرار داشت، نیرونی پیوست کننده. و در کمونک رفلکتور ویگیتاتیو باشد شاخچه دندریت، یا ای دندریت نمیستیم اونجا بخشش در اینجا این چی است؟ دندریت ایجا گفتیم که دندریت، دندریت این اکسون، اکسون اکسون نیرون حسیاتی، اکسون نیرون حسیاتی در قسمت شاخهای پهلوی هرامغز، در اینجا شاخهای پهلوی است، در این قسمت شاخه پهلوی به آخر می رسد که در این منطقه نیرون چی جایگیر شده است؟ نیرون ویگیتاتیوی. این نیرون نیرون مبینی بود، نیرون مبینی در اینجا باشد نیرون چی است؟ نیرون ویگیتاتیوی، نیرون ویگیتاتیوی در شاخه پهلوی هرامغز نیرون های ویگیتاتیوی یدروشان جایگیر شده است. و از اینجا خبر رو، خبر توسط نیرون ویگیتاتیوی از هرامغز توسط شاخچه پیش خارج می شود و در راه هنگامی که از هرامغز می براید، در راه این نیرون تا به آخر نرفته باز به نیرون دیگر پیوست می شود. این نیرون یکم بود، این نیرون دویم، نیرون ویگیتاتیوی. باز نیرون چندم دارد؟ نیرون سیومین دارد. این نیرون یکمش باشد، این نیرون دویمش باشد و این نیرون سیومش می باشد. و در اینجا چی دارد؟
سیناپس یعنی گنگلیا دارد، گنگلیا، گنگلیا. اصلا گنگلیا چیست؟ این جمع شوید تنه نیرون ها رو بیرون از سیستم مرکزی عصب، اگر سیستم مرکزی عصب تنه نیرون ها بیرون تر در جای جمع شود، اونها چی رو حاصل میکنن؟ گنگلیا، این گیره رو حاصل میکنن، گیره. و این هم چی از سیناپس میباشد. و بعد عصب های ویگیتاتیوی دونه دگر میشوند سیمپاتیکی و پاراسیمپاتیکی. و قسمت افرنتی، یعنی قسمت افرنتی یا افرنتی، قسمت افرنتی عصب های سیمپاتیک پاراسیمپاتیکی فرق میکنن، زیرا که آنم این گیره اگر در عصب سیمپاتیکی باشد در نزدیکی مهره میشوند، اگر پاراسیمپاتیک باشد در نزدیکی عضو یا در داخل عضو. از سبب همین گیره ما سیمپاتیکی رو از پاراسیمپاتیکی فرق میکنیم. و در قسمت موضوعی که فرقت عصب های سیمپاتیکی پاراسیمپاتیکی است، در اونجا باز ما این رو دیده میبرویم. بعد سیوم قسمتی کمونک رفلکتور ویگیتاتیوی نیز این چی میبوشد؟ سیستم مرکزی عصب، یکم رسپتور، دویم روی افرنتی، سیوم سیستم مرکزی عصب، سیستم مرکزی، چورم قسمت این نام دارد روی افرنتی، این هم نام دارد روی افرنتی. این چیزی که ما میبینیم این گنگلی از گیره این روی افرنتی میبوشد. و A این کمونک رفلکتوری سوماتیکی است، B کمونک رفلکتوری ویگیتاتیوی است. و انا این پنج باشد، پنج غدود است، غدود این هم چون چی می باشد؟ افکتور. چی افکتور؟ افکتور یعنی عضوی کوری کمونک رفلکتور، عضوی کوری یعنی افکتوری کمونک رفلکتوری ویگیتاتیو از سوماتیک فرق میکند، زیرا که در سوماتیکی عضوی کوریشان همیشه چی میباشد؟ مشکوی سکلیتی. در ویگیتاتیو باشد میتواند غدودها باشد، عضوهای داخله باشد، عضوهای داخله، غدودها، دیواره رگهای خونگر، میتواند کمونک عضوی کوری کمونک رفلکتوری ویگیتاتیو باشد. بعد انا در رسم حالا ما کمونک رفلکتوری سوماتیکی رو میبینیم، کمونک رفلکتوری سوماتیکی رو وقتی که در انامین چی نام دارد؟ کسترولا. در انامین بالای، در بالای اتش کسترول موندگی و این گرم میباشد، هنگامی که ما دستمون رو به این میرسونیم از حسوی گرمی این رецепت رو در حال این رو حس میکنن، یکم این چی رецепت رو حس میکنن و تأثیر انگیزنده رو به این پولس عصب تبدیل میتین بروی افرنتی، یعنی مرکز شتو با این دویم قسمتا روی افرنتی، دویم روی افرنتی این پولس عصب حرکت کردن به کجا میوید؟ با سیستم مرکزی عصب. این سیستم مرکزی عصب با شاخچه قفو. ببینید آن همین نیرون پسیودونی پولیاری بود که اکسونش کوتاه، دندریتش باشد چی هست؟ این دندریتی دراز. ببینید چقدر دندریتی دراز دارد، دندریتی دراز و اکسونی چی؟ اکسونی کوتاه. و آن این نیرونی موبینی است، نیرونی موبینی. و از اینجا شروع می شود نیرونی که از شاخه پیش خارج می شود، نیرونی حرکت. بعد سیوم قسمت، سیوم اگر سیم مرکزی عصب باشد، چهارم قسمت چی می باشد؟ چهارم این روی افرنتی است، مرکز گوره است. و پنجم این روی افرنتی اومده در کجا به آخر میرسد؟ در عضوی کوری یعنی افکتور. پنجم این افکتور میباشد. یکم این رецептور، دویم روی افرنتی، سیوم سیم مرکزی عصب، چهارم روی افرنتی، پنجم باشد چی است؟ افکتور، عضوی کوری. یعنی کمونک رفلکتوری بود که چگونه خبر رفت، گرمی انال سینتز شد و از اینجا به عضوی کوری موشک آمد و موشک کشش خورد، نتیجه کار یعنی کشش خورد و در حال دست رو از چی؟ از جسم تفسون ما گرفتیم. بعد در اینجا هم کمونک رفلکتوری ساده و هم کمونک رفلکتوری مرکب نشان داده است و این
کمناکی رفلکتوری رفلکسی زانو می بوشد وقتی که مو توسی بلغچه نیورولوژی با این پیونده کن پی وقتی که تاثیر میکنیم در حال چی می شود رецепتور ها رецепتور این رецепتور ها اینو چی میکنن حس میکنن یکم رецепتور این رو قبول میکنن این رецепتور این رو قبول میکنن رецепتور قبول میکنن یکم رецепتور دویم توسی روی افرنتی حرکت کرده با کجا می روید ببینید این هم نیرون هم پسیودو اونیپولیاری گفتگیمون نیرون پسیودو اونیپولیاری حرکت کرده با شاخچه قفو از شاخچه قفو حرکت میکند شاخچه پیش میوید شاخچه پیش ببینید در کمونک رفلکتوری مراکب در شاخچه قفو اومده به آخر میرسید نیرون حسیاتی اما در کمونک رفلکتوری ساده باشد ان همین شاخچه یعنی اکسونی نیرون حسیاتی اومده در شاخچه پیش به آخر میرسد و از شاخچه پیش شروع میشود چی؟ موتو نیرون یعنی نیرونی حرکت این روحی چی است؟ روحی افرنتی این چهارم قسمت روحی افرنتی و سیومش سیوم قسمتی ما چی بود؟ سیوم قسمت این سیستم مرکزی است و در اینجا میبینه این ماده خاکسترنگ است و این هم باش این باشد ماده سفید و انا یکومش کمنک رفلکتوری ساده ببینه دو نیرون هم میبشن مونوسینپسی میگن بعضن مونوسینپسی اینه یک سینپس دارد نیرون حسیاتی دارد نیرون حرکت دارد نیرون حسیاتی نیرون حرکت و در کمنک رفلکتوری مرکب ببینید نیرون حسیاتی میاد در شاخچه قفو باکن سر باز نیرون چیه در اینجا وجود دارد نیرون موبینی ها اینتر نیرون نیرون موبینی و بعد در شاخچه اکسون نیرون مبانی در شاخچه پیش هرمز به آخر میرسد و از اینجا نیرون حرکت شروع می شود نیرون حرکت شروع می شود و اومده در این مشکی چی مشکوی پای که به آخر میرسد مشکی قطع کننده این مشک قطع کننده ران می باشد و این هرمز است رسمی هرمز هرون مغز این چونی در اینجا یک رسمی دیگر داریم است این بود نیر کمنک رفلکتوری ساده است این کمنک سوماتیکی است نه کمنک رفلکتوری سوماتیکی ساده و اینش باشد مراکب در کمنک رفلکتوری ساده دو نیرون اشتراک میکنند دو نیرون است نیرون حسیاتی نیرون چی حرکت این نیرون حسیاتی و اینش باشد نیرون چی حرکت یا موتو نیرون میگن بعد قسمتش یکم قسمت رецепتور دویم قسمت این روحی افرنتی سیوم سیستم مرکزی عصب سیستم مرکزی عصب چهارم روحی افرنتی بسوی افکتور میاد پنجمش این چی است افکتور ببینید هم ساده هم مرکب هر دش از پنج قسمت عبارت میباشد کمنک رفلکتوری اما در مرکب باز چی دارد این رецепتور دویم روحی افرنتی سیوم سیستم مرکزی عصب چهارم افکتور پنجم چهارم روی افرنتی پنجم افکتور می باشد افکتور این مشاگوزی کوره افکتور اما فرقتش در اون است که در کمونک رفلکتور مرکب باز نیرون مبینی دیده می شود یکچند می تواند یک یا یکچند نیرون های مبینی قرار گیرند و مقدار سینپس هایشون نیست فرق می کنه بین یک تا سینپس این دو تا سینپس و غیره این سه نیرون است حالا و بالا باشد دو نیرونه و یک سینپس دارد مونوسینپسی میگویند